بسم الله الرحمن الرحیم. خلای رهبری و نبود یک آدرس قدرتمند و معتبر برای هزارها سبب شده است که این گروه قومی بیشتر از هر زمان دیگر آسیب پذیر باشد و ما هر کدام به یک مسیری بدون برنامه و بدون هدف حرکت میکنیم و به هدف هم در نهایت نمیرسیم و اگر این وضع ادامه داشته باشد هیچ امیدی برای توقف نسل کوشی هزارها در افغانستان وجود ندارد. دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که صحتمند باشین. هرچند که شکر که در سنگتخت بندر بر ما وارد شد، هیچ کس تا به حال ازش بیرون نشده و این شکر ما سال چندین بار متاسفانه تجربه میکنیم، ولی هیچ کدام برای ما درس عبرت نشده تا به خود آییم و یا یک حرکت منسجم و هماهنگ و با برنامه را راه اندازیم. دو روز قبل بار دیگر هزارها به دلیل هویت قومی و مذهبشان در افغانستان هدف قرار گرفتند و به صورت گروهی در سنگتخت بندر شاهد هستیم که حداقل 14 مرد هزاره به دلیل هویت قومی و مذهبشان به شهادت رسیدند. 4 نفر دیگر متاسفانه هم زخمی شدند. وقتی ما میگیم به دلیل هویت قومی و مذهبی ما به صورت مسلسل و برنامه‌ریزی شده کشته میشویم، یعنی که نسل کشی میشیم و متاسفانه حتی این حقیقت آشکار که ما نسل کشی می شویم و بیش از چند قرن از ادامه هم داره، از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده. این خیلی دردآور است. فرق نمی کند که در افغانستان چه نظامی و چه گروهی بر سر قدرت بوده، هزارها در طول تاریخ متاسفانه قربانی شدن و می شوند، تغییر شدن و می شوند و بدبختانه انسانیت زدایی شدن و می شوند. در طول تاریخ یکی از دلایل پامال شدن حق و حقوق هزارها و تداوم نسل کشی هزارها هم ریشه در همین مسئله دارد. به باور من، هرچند که ما در طول سالها بعد از شهید مزاری از نبود آدرس و رهبری رنج بردیم، ولی با آمدن طالبان رنج چند برابر شده و این درد چند برابر شده است و انگار ما داریم کرخت شدیم در برابر این دردها. ما از سوی به صورت سیستماتیک کشته می شویم و از طرف هم هیچ آدرس واحد برای دادخواهی و برنامه‌ریزی برای آینده و جلوگیری از این فجایع و یا حداقل مستندسازی آن وجود ندارد، یعنی نداریم ما. اصلا هزارها برای آیندهشان در کوتاه مدت و طولانی مدت هیچ برنامه‌ای ندارند متأسفانه می‌لحظه، چون هیچ مرکز و نهادی که بخواهد برنامه‌ریزی کند نیست. یک نهادی که بخواهد اراده مردم هزار را تمثیل کند، صدای هزمی مردم شود و برای از اینا کار بکند نیست. دیر یا زود ما باید نمی راه را بپیماییم و این یک ضرورت است. اگر زودتر تصمیم بگیریم زودتر به مقصد می رسیم. من میگم تأکید میکنم که یک ضرورت و یک نیاز است. تا ما بتوانیم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی لابیگری کنیم و از سوی برای مردم خود روحیه بدهیم، برنامه عملی برای بیرون رفت از همین چالش های فعلی و منجلابی که در او گیر کردیم داشته باشیم. در نبود یک آدرس مشخص با برنامه و قدرتمند، حرکت های فردی و معمولا احساسی را مشاهده هستیم که هر بار مصیبتی بر ما وارد می شود چند روز بسر و صورت می زنیم و در نهایت به خانواده های قربانیان کمک مالی بسیار اندک و موقتی می کنیم و بعد چند روز هم فراموش می شن. امین درد در طول سالها ما تجربه کردیم، چندین بار در سال، حتی در این 3 سال حاکمیت طالبان هم شاهد چند انفجار بمب‌گذاری در مناطق هزارنشین شما بدن و چقدر انسان هزاره در همین رویدادها کشته زخمی شدن. و ما چی کردیم؟ احساسات ما کلن مقطعی بوده، چون حرکتهای ما متاسفانه برنامه ریزی شده نبوده. ما کلن احساسی حرکت کردیم و تا زمانی که اونمو احساس درد اندوه را در خود احساس میکنیم، میگیم سرسادا میکنیم دیگه کلن گم میشم و یک واقعیت است متاسفانه. یعنی این مسئله سبب شده است که بزرگترین حرکت های مردمی ما از جنبش تبسم و روشنایی گرفته تا اعتراضات گسترده در سراسر جهان نتیجه لازم نگیرد، چون احساسی و مقطعی بودن و هدفمند نبودن متاسفانه حرکت ها. و چی در دوار است که البته در بعض از این حرکت ها تخریبات هم صورت گرفته و ایده هم متاسفانه صادقانه با مردم کار نکردن. نه تنها که ما در طول همین سالها از همین حرکت های خود یک نتیجه نگرفتیم، بلکه این حرکت ها به دلیل نبود یک دورنمای روشن منجر به تضاد بین خودی هم شد. ما بین خود زدیم، انرژی خود حتی برای غلبه بر یک دیگر خود مصرف کردیم. ما بیشتر از آن چی بر
اولویت های خود فکر می کردیم مصرف خودزنی شدیم و همین حالا هم مصرف خودزنی هستیم. شما در هر شهر و هر کشوری که زندگی می کنید، در همون شهر شما مثلا چه تعداد هزاره ها هستند و یا اینها با هم دیگر منسجم متحد هستند؟ در همونجا چند تا انجمن، چند تا نهاد هست که حتی سایه هم دیگر تیر می زنن. و اگر یک حرکت را هم یک فرد بخواهد انجام بده، متأسفانه تخریب میشه. بنابراین در قدم اول برای رسیدن به این هدف، خیلی کینه هایی که از همدیگر به دل داریم را پاک کنیم. حالا به این معنی نیست که هر کسی یک جنایتی کرد ما ببخشیم بگیم خلاص شد، هر چه کردی خوب کردی، این گونه نه. ولی باید یک جریان را، یک آدرس را بسازیم و ما نیازمند هستیم. دیر یا زود باید این آدرس را بسازیم، پس زودتر بهتر. ببین دوستان عزیز، عدم اتحاد و این خودزنی ها ما قدر عمیق شده است که ما نمیتونیم با هم دیگر تفاهم بکنیم به مسائل عادی، چی برسد در سطح کلان و ملی. ما هم دیگر را نمیپذیریم و خود را عقل کل و دیگران را نادان، قوم فروش و منافع طلب میخوانیم. حالا بسیاری هایی که امروز نقدها را من در شبکه اجتماعی خواندم نوشتن، بیشتری همین نقدهایشون بود که فلانی رقم کرد، فلانی رقم کرد، از خودم میگه که خواهی نست، فلانی خواهی نست، اگه خیانت فلانی ها نبودیم ما این گناه بودیم، ما این گناه بودیم. خب حالا ما با این رویش مثلا در کجا میرسیم؟ او را به قول معروف که سردار هم بالا بکنیم درد دوانه میکنه. فعلا برای آینده چه حرف گفتن داریم؟ در واقع ما به یک اتاق فکر و یک آدرس برای رهبری و راهنمایی مردم ما نیاز داریم، وگرنه هزارها در معرض آسیب بسیار جدی قرار دارن و با گذشت هر روز مثل زخم ناسور هم عود میکنه این تصفن و درد و رنجش بیشتر میشن. اگر به این هدف نرسیم، به مرور زمان حتی نسل هزاره اعتماد به نفسش رو از دست میدهد. واقعا تأثیر باور کنید یا نکنید و خودش را یک موجود اضافی به درد نخور و ضعیف میشماره، حقیر میشه، تحقیر میشه که همین حالا هم متاسفانه تحقیر شدیم. حالا مهم نیست که تحت چه نامی میسازیم، مهم است که یک چتری ساخته شود با یک دورنمای روشن که ما بتانیم انرژی خود به جای همین خودزنی ها و یا حرکت های احساسی و زودگذر و فردی به یک حرکت جمعی تبدیل کنیم. با نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف باید ما ارتباطات همیشگی و مطمئن بسازیم. باید ما با رسانه ها به صورت قدرتمند و هدفمند ارتباطات خود داشته باشیم. اصلا خود ما هم رسانه های قدرتمند باید داشته باشیم و مهمتر از همه در داخل افغانستان هم باید کار کنیم. وقتی بحث از یک دورنمای کلی برای هزارها میشه، اکثرا ما داخل افغانستان فراموش میکنیم. بیشتر توجه ما به ساختن و داشتن یک رسانه و یا ارتباطات با نهادهای بین المللی و حقوق بشری خلاصه میشه و فکر میکنیم که با همین کار ما میتونیم نسل کشی هزارها رو به رسمیت بشناسانیم و مشکل حل میشه، که این گونه نیست. بحث اصلی داخل افغانستان هست و کار اصلی هم در داخل افغانستان نیاز هست و ما به این نیازمند هستیم در داخل افغانستان کار بکنیم. ببینید هزارها در داخل افغانستان علیشان تبلیغات بسیار زیاد شدن، هزارها در طول تاریخ متاسفانه تکفیر شدن و امروز یک ایده فکر میکنه که ما با کشتن هزارها در بهشت نورم و به 72 حور میرسم. با این فکرها ما را میکشه. پس کار بسیار زیاد ما در داخل افغانستان هم انجام دادنی هستیم. بسیار مهم است که جوانان هزاره این همه موشم و انرژی خود در راه مثبت مصرف کنیم و خصوصا دوستایی که در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها فعال هستین یا حداقل حرف‌های شما روی چند فرد تأثیر داره، بسیار سنجیده گپ بزنین. اگر نه انتقادهای بی‌مورد، صحبت‌های بی‌مورد، جفاگیری‌های بی‌مورد قطعا میتونه به ضرر ما تمام شود. گپا رو دوباره جمع می‌کنیم، بحث می‌کشانیم و اینکه که ما یک آدرس نداریم و برای ساختن یک آدرس باید کار بکنیم. همگی باید کار بکنیم و کسانی که هم فکر هستن میتونن در حلقه جمع شوین. من امیدوارم که در این روزها تعدادی از جوانان و قلمبدستان تحصیل کرده های ما اگر طرحی داشته باشه، که قطعا خیلی ها در چنین برنامه های طرحی میته، ولی خب امیدوارم که طرحهای عملی تر و منطقی تر و بهتر و قابل عملی شدن را پیشکش بکنه که کلگی بتونیم بالاخره به دور هم جمع شویم و حداقل از این
حملات هر روز اگر فعلا در کوتاه مدت جلوگیری نمیتونیم علیه هزاره ها، در طول مدت میتونیم جلوش را بگیریم. خدا نگهدارتون باد. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.